حسین مؤذن مدیر دفتر مجمع رسانه‌ای امام حسین علیه السلام در کشور لبنان با نماینده پارلمان این کشور دیدار کرد. آقای علی تلیس نماینده پارلمان لبنان در محل دفتر خود در شهر سور واقع در جنوب لبنان میزبان این دیدار بودند. رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران میگوید امسال هیچ کس متقاضی رشته جراحی قلب در کشور نشده و در کل کشور ایران فقط دو فارغ التحصیل جراحی اطفال داریم. وی این گونه صحبتش را ادامه داده که در رشته های بسیار ضروری جراح نداریم و با شرایط موجود مجبور می شویم با عقبگرد 40 ساله از هند، پاکستان و فیلیپین پزشک وارد کنیم. شورای عالی قرآنی زیر نظر دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما شیرازی در شهر بامیان افغانستان از ادامه فعالیت‌های قرآنی فرهنگی خود خبر داد. بنابر اعلام دفتر آیت الله العظما شیرازی در بامیان افغانستان، این دوره آموزشی قرآن کریم به نام مبارک حضرت زینب کبری علیها السلام در قریه سهرجوی فولادی افغانستان برگزار می‌شود. محمد سمیع‌زاده نیکو دانشجوی دکترای الکترونیک دانشگاه پلی‌تکنیک لوزان در سوئیس طی مشاهده‌ای تصادفی متوجه شد اکسید وانادیوم رفتاری شبیه به نورون‌ها دارد. اکسید وانادیوم می‌تواند فعال‌سازی مشابه نورون را از خود نشان دهد، به این معنا که تحت شرایطی می‌توان جریان الکتریک را از خود عبور دهد. همزمان با آغاز مشایع اربعین حسینی، همایش برافراشتن پرچم امام حسین علیه السلام با شعار من البحر الی النهر در جنوبی ترین نقطه کشور عراق برگزار شد. این همایش امروز شنبه مورخ 5 شهریور 1401 ساعت 9 صبح در منطقه رأس البیشه فاو واقع در استان بصره برگزار شد. یک مسیر قطار محلی در کشور آلمان ناوگان قطارهای هیدروژنی را راه اندازی کرد. برخی از لوکوموتیوهای هیدروژنی از سال 2018 در مسیرهای حدود 100 کیلومتری کار می کنند، ولی در کنار آنها قطارهای دیزلی نیز کماکان در مسافتهای بلند مورد استفاده بودند. این امیدواری وجود دارد که به کمک هیدروژن بتوان شبکه گسترده از قطارهای بدون آلاینده های زیست محیطی را راه اندازی کرد. الهام علیوف رئیس جمهور کشور آذربایجان از تلاش برای تشکیل ترکیه بزرگ خبر داد. علیوف میگوید ترکیه و باکو تصمیم دارند با اشغال جنوب ارمنستان و قطع مرز ایران و ارمنستان نقشه ترکیه بزرگ را عملی کنند.